واقعاً هم حضور نوروزی مبارک قدم جشن سبزیش و رویش شادی و نشاد، آغاز آغازها سبز شدن و شکفتن و سرشاری و آبشاری است. و آمدن جشن نوروز مردمی تاجیک قبل از همه عشق را آیین میکند و در دل شادی ها فزوده زندگی را رنگین میکند و با آراستن خانی نوروزی شرافت آفرین طلب فیض و نصرت میکند. چون این آیین های سنتی هنوز از دوره های قدیم در مناطق کوهستانی مملکت که اکثریت اهالی کشور را تشکیل میدهند حفظ میشوند و با آمدن نوروز عالم‌آرا با ترکیب برگزاری آیین رسوم این جشن باشکوه وارد شدند. من جمله در جماعت دهات شمتوچ که از جماعت های دوردست‌ترین ناحیه عینی به حساب می رود و حدوداً 5 دهه را فراگیر است، با اشتراک نمایندگان همه دهه ها چهارابینی های جشن نوروزی با برگزاری تدبیرهای سنتی خاص مردم کوهستان در دهه لشب ناحیه عینی دایر گردید. امروز ها در جماعت دهات شمتوچ که یکی از جماعت های دوردست‌ترین ناحیه عینی به حساب می رود، نوروز خجسته‌پای با شهامت خاصه دوام یافته ایستاده است. از روی انعنه های ملی ما جشن نوروز را هر سال در همین دوره جشن میگیریم. با ابتکار جناب عالی نوروز خجسته‌پای جهانی شد و این انعنه های ملی روز به روز رواج رونق یافته ایستادند. همه ای هموطنان را با نوروز خجسته‌پای تبریک میکنم. نوروزتان فیروز باد، هر روزتان نوروز باد. و خصوص دایر نمودن تدبیرهای ورزشی از جمله وزن برداری و رسمان کشی و با قبل مردم روستا برپا کنی و دوک که در آن جایزه برای جوانان ورزشگر و کوهنورد در بلندی کوه گذاشته می شود خیلی دلچسب و خاطرمان بود. لازم به یادآوری است که در این چهارابینی های ورزشی خاص آیین های نوروزی صاحبکاران این منطقه سهمگذاری نموده جوانان فعال ورزشگر را با تحفه های پولی و مالی قدردانی کردند. با آمدن بهار و نوروز پیر و برنا در این جمعامت رقص و شادی میکردند و همین گونه در این روز نوروزی تنتنه شادی و فرح و نشاط در چهره و سرشت هر یک اشتراکچی پیدا گردیده بود. خبردین ادینف ناحیه عینی جهان نما. خوشموش و انبرین همه بود.